سلام هموطنان عزیز، خدا کنه خوب و صحتمند باشین. خواستم امروز روی مسائل ویزا SIV و همچنان ایمیتریان کیس لایو بیایم صحبت بکنم. قبلا هم ما به شما پیام دادم، اعلان کردم که امروز لایو میام. خب خدا کنه درست آوازم بیایه به شما، مسئله تکنیکی نباشد. اولتر از همه ما تشکری میکنم از افغانایم که مقیم کالیفرنیا، ساکرامنتو، لاس ویگاس، لاس انجلس از ما دعوت کردن و همچنان پذیرایی خوب کردن، مهمان نوازی خوب کردن. جهان سپاس میکنم از همه هموطنانم. امروز مسئله ویزا ها است، نه مسئله سیاست. گاه من موضوع سیاست پیش میگیرم، گاه موضوع ویزا. حالا مستقیما بالای ویزا ها، برنامه ها که ما داشتیم در طول یک ماهی که من نبودم روی مسائل ما کار میکردم، امروز خواستم که روی ویزا ها صحبت بکنم. خب به هر حال دوستان عزیز، یادداشت‌ها رو میگیریم، همکارای ما هست اینجا در کنار ما. بعضی ها پیام دریافت کردن، بعضی ها مسیج ها رو گرفتن و من خواستم که مسیج من مستقیم به شما برم. دوستان عزیز، هموطنان گرامی، کیس پیلی مورد در مورد ویزاهای یومیتریان کیس است، یومیتریان پرو یا کیس هایی که فعلا داغ است، سرعت داره. بیا روی مسئله صحبت بکنیم. باز بعدا پروسه P2 SID و فرمای دیگه که داریم روی مسائل صحبت میکنیم. یاداشت بگیرین، قلم و کاغذ پیشتان باشه بهتر است، به خاطر که بعض موضوعات و بعض پیام ما مهم می باشه به شما، از او خاطر شما باید یاداشت بگیرین. اول در مورد یومیتریان کیس باید صحبت بکنم. زمیر جان فروتن، سلام بر شما برادر عزیزم. بعض دوستایی که ناراض است، ما معذرت میخوایم که بعضی ها شکایت کردن که چرا پیام ما رو جواب نمیدین. پیام ما جواب میدین، بله، چرا نه، اما میلیون ها پیام میایه. همکارای ما شب روز جواب شما رو میده، با شما مسیج میکنه، اما یک کمک مشکلات داریم، ما را همچنان ببخشید. خب یومیتریان کیس دوستا بسیار ساده و آسان است. اگر شما دل بسوزانید به فامیلایتان، این پیام ما به تمام فامیلایی که در امریکا است، در افغانستان است، در هر جایی که است. همکارای ما مانند دیبا جان انوری که قبلا در وایس آف امریکا صحبت کردن، دیگر همکارای ما که مشوره میکنیم همیشه روی مسائل صحبت میکنیم، و من خواستم که بود در مورد این ویزه ها صحبت بکنن، مشکلات شما رو در جریان بانه بفهمین که رای حل چی است. بسیار رای ساده و آسان است، اما شما راه را بلد نیستیم. بیان که روی مسئله صحبت کنیم. یومیتریان کیس، حکومت امریکا USCIS فعلا توجه کرده، فوکسش بالای یومیتریان کیس است. اگر کسی یومیتریان کیس فالو بکنه، تعقیب بکنه، پروسس بکنه، در ظرف 3 هفته جواب دریافت میکنه. قبلا 2 سال قبل، 1 سال قبل یومیتریان کیس اوقدر تحت نظر نبود، پروسس نمیشد، سلو بود. فوکس حکومت امریکا یا USCIS یا استیت دیپارتمنت بالای یومیتریان کیس اوقدر توجه نداشت، فوکس نداشت. آل داره، بیلن داره، بسیار مهم است، بخاطر اوضاع افغانستان
تغییر کرده، باید که روی مسائل اینا فوکس بکنند. و در کنار این مسئله یک موضوع بسیار مهم که قدر افغانا را همه دنیا میفهمه، اما افغانستان که تغییر کرد، اوضاعش خراب شد یا خوب شد یا هر چیزی که شد، روی مسئله سیاسی باید بعدا صحبت میکنیم، تمامش از دست حکومت امریکا هم است که همیشه من آقای بایدن و همچنان تیمش من یعنی شکایت میکنم از اونها، همیشه میگم که چرا حکومت امریکا توجه نکرد و مردم افغانستان رحم نکرد. خب میگذاریم، یعنی این کارها را اینا کردن، باید که در خدمت شما باشن و باید فوکس کنن بالای کیسای ما و شما، بالای کیسای مهاجرت. خب یومیتریان کیس بسیار ساده است، من پیامای شما را بعدا میخوانم دوستان عزیز. یومیتریان کیس بسیار یک کیس ساده آسان، اما یک ترک بسیار عادی ساده داره که شما مترک ازش استفاده بکنید. یومیتریان کیس یا کیس I-131، تکرار میکنم، I مانند ایندیا 131، کیس I-131 یا یومیتریان پارل یا یومیتریان کیس بسیار ساده و آسان برای تمام افغان هاست. اول از این که شما با کیس I-131 اپلای بکنین، باید یک اسپانسر پیدا بکنین. اسپانسر شما یا شوهرتان یا خانمتان یا برادرتان یا کاکایتان که در امریکا هست، عایدش از 45,000 دلار بالا باشه، میتونه اسپانسر بکنه. درست است، I-131 هم بر شما مور اکسپلین میکنم، صحیح است، درکتان کردیم. I-131 گوگل بکنین، بسیار ساده است، خود شما میتونین خانه پوری بکنین، بسیار ساده است. اگر نمیتونین، ما یک تیم را جور کردیم که فعلا میخوایم سر از فردا ترنینگشان را شروع بکنم در کالیفرنیا، در لاس ویگاس، در ورجینیا، در ملند، در تکساس، و این تیم میخوایم ترنینگ بدم که چه قسم فرم خانه پوری میکنن و با کدام شیوه خانه پوری میکنن، دیگه افغانا را رایگان خدمت رایگان فرمش خانه پوری بکنن، به خدمت افغانا باشن. همکاران عزیز، ما کارهای امیگریشن یا سایبی در این برنامه که ما کار میکنم، روی مسائل کار میکنم، رایگان است. دو سال قبل P2 در عراق بود که عراق میتونست فامیلای خود یا P2 بیاره فامیلای خود اینجا. ما 1.5 سال قبل تا 6 ماه پیش بسیار توجه کردم، فوکس کردم، کوشش کردم کمی کیس P1, P2, P3 از عراق همچنان در افغانستان هم پیاده شد و بیاید، که این کار انشالله شد. این توسط کانگرسمن ها شد، همکاری کردن. من تشکری میکنم از کانگرسمن کریس اسمیت، دینور باکر، دیگر سناتورهایی که همراه ما همکاری کردن، بسیار تشکری میکنم. این کیس شد P2 و این کیس قبلا بسیار جنجال ها داشت، حالا ساده شد. یعنی همین کیسایی که یا همین فرمایی یا همین بخشایی که من فعلا کار میکنم، رایگان از به خدمت هموطنان. شب روز زحمت میکشم صرف بمی که من افغانای مرا، هموطنان مرا اینجا بخوایم. بسیار نفوذ کم دارم، 35 میلیون نفوذ. من یک مسیج از سخنگوی طالبا برتان نشان میتم، برای من نوشته کردن که شما تمام افغان ها، جوان ها را شما امریکا میبرین یا خارج روان میکنین، مشوره میتین برن امریکا، یعنی در کشور عیسوی، مرا میخواین تهدید بکنن به این نخیر. این کشور آزاد است،
دلت هر مذهبی را که پرکتیس میکنی یا تمرین میکنی یا نماز میخوانی به هر دینی که میباشی آزاد هستی، نه کسی سر فشار میاره. مسلمان هستی برو مسجد، مسجدهای بسیار زیاد داریم، روی یک مسجد ما کار میکنم که اینجا در نزدیک خانه بزرگترین یک مسجد با همکاری از هموطنانم هم پاکستانی ها، افغان ها، ایرانی ها، مسلمان ها، یعنی جمع مسلمان ها، پاکستانی های عادل که در جمع کارهای ما هستن، ایرانی ها، عربا، زیادتر عربا، افغان های ما زیادتر هست، یک مسجد جور میکنه. یعنی هر کس میتونه پرکتیس بکنه نماز خدا، دلش نماز اینجا میخوانن، دلش عبادت میکنن، دلش نمیکنن، کار خودشان هست. این کشور کشور آزاد است. ما کمک میکنم تمام افغانای ما که 35 میلیون نفوذ دارن، اکثریت از این که طالبا بکششن، انتحاری بزنه، طالبا گردن ببره، چرا ما نجاتشان خداوند نجات میده، چرا ما واسطه نشم که نجاتشان بتم بیارم در کشور خارج، کانادا، امریکا، اروپا آینده درخشان داشته باشم؟ چرا نه؟ از این که کشته شدن ما این همکاری را میکنم. اما طالبا شکایت کردن که صاحب ناصری کار اشتباه میکنه. درست است، اگه به نظر اونا اشتباه است، من اشتباه میکنم، میپذیرم من اشتباه را، اما افتخار میکنم که من افغانای ما کمک کنم بیاین به برنامه های مختلف مانند ویزه های بشر دوستانه بیاین امریکا. خب دوستان عزیز، یومیتریان کیس یا کیس های بشر دوستانه به خدمت شما است. آسان راه فرم 100 امی دوستان هموطنان که من ترنینگ میتم در بیس های نظامی یا مثلا در استیت های مختلف در بخش I-131 یا I-134 اینا بتانن شما را آزادانه کمک بکنن، همکاری بکنن، رایگان کمک بکنن، هیچ کس از شما پول نگیره و اگر مصرفی هم داشته باشه خیره، دفتر ما، دفتر روابط افغانستان امریکا پولش هم میتن و ما کوشش میکنیم که مصارف هم بتیم و کسایی که بر شما رایگان ترنینگ بده. صرف کمک بکنیم از این که امریکا پاکستانی زیاد شد، ما میخوایم افغانای خودم زیاد شد، در کنارم برادرم در پارک یک جای برم، یک محفل داشته باشم که تمام برادرها و خواهرای من در کنارم در قلبم باشه، او بهتر است. من می کوششم میکنم. هر کس توجه خاص داره در هر بخش، اما توجه من سر بالای کیسا است که ما بتونم افغانای خود دعوت بکنم به امریکا بیاید. یومیتریان کیس اگر انکم خوب دارین بیشتر از 50,000 دلار، شما هیچ ضرورت به اسپانسر ندارید. بسیار ساده کارتان میتونید پیش ببرید. فرم میرین، خانه پوری میکنین، توسط خود شما خانه پوری میشه یا وکیل میگیرین. وکیلای شما اگر 2000 دلار یا 1500 دلار میگیره، بالکل برشان میگین، جدی برشان میگین که من از افغانستان هستم، افغانستانم در حالت سوختن است و من ضرور نیست که از من 2000 یا 1500 دلار بگیرم، و من نیاز دارم فامیل من بکشم، من میخوام 500 دلار 600 دلار بدم. تا 1000 دلار اگر وکیل شما میگیره شما پولش رو بدین، مشکل نیست. خب دوستان عزیز، یومیتریان کیس یک وکیل بگیرین خوبتر است. وکیل هم خودتان در هر شهر که میباشه سرچ کنین، گوگل بکنین، برین خود معرفی بکنین، میشه که 50% یا 50% تخفیف بده برای شما. اگر وکیل نمیگیرین آزادانه خودتان پیش ببرین، اگر او را نمیتونین منتظر باشین که ما می تیمای خود برای شما در فیسبوک دفتر روابط افغانستان امریکا دینمی فیسبوک ما معرفی میکنم دوستاره، شمارهشان هم میتونم، لستشان هم برای شما میتونم، شما میتونین رایگان از اونا استفاده بکنین، کمکتان میکنم انشالله. یومیتریان کیس I-131 در گوگل بزنین، فرما میایه، 5 ورق است. این 5 ورق خانه پوری میشه، بسیار بیسک انفارمیشن کار داره، بسیار معلومات ساده است که از شما ضرورت داره. این را خانه پوری میکنین، در کنار از این که در حالت خانه پوری هستین، بیادتان باشه که شما باید برین یک اسپانسر پیدا بکنین. اسپانسر ما بر شما میگم بسیار رای آسان ساده بر شما معرفی میکنم، با مسرد اسپانسر بسیار ساده است. یک، در چرچ یا کلیساهایی که نزدیکایتان است. چرچ، کلیسا،
شما از کلیسا کمک نمیگیرین. کسایی که ثبت راجستر کلیسا از خارجی ها، امریکایی که پول دار است، اونا میتونن به شما کمک کنن، به یک شرط که شما برشان بگوین که من از افغانستان هستم، یک. دوم، نیاز دارم فامیلم تهدید از بکشم، دو. سوم، موضوع مهم است که سوم باید برشان بگوین، سوم ای که یاداشت بگیرین، سوم ای که من از شما اسپانسر نمیخوایم که شما بترسین که فامیلای از افغانستان میاین، کرایشان چطور میشه، خرچ خوردنشان چطور میشه، مصارف از اینا چطور میشه، پیسه ویزا چطور میشه، پیسه دیگر موضوعات مصارف چطور میشه. این خارجی ها میترس از شما و شما را کمک نمیکنه. لحاظا شما چی میگن برشان؟ برشان میگن که مستر مایک یا هر کسی که امو چرچ بر شما معرفی کرده، چرچ بر شما را کمک نمیکنه مستقیم، چرچ امو تیم بر شما معرفی میکنه، میگه ده نفر پولدار سرمایه دار در لیست ما است، ما امیر رو بر شما معرفی میکنیم، روز یکشنبه بیاین معرفیش میکنیم، مستقیما امراشون صحبت بکنین، 5 دقیقه امراشون وقت داشته باشین، وقت بگیرین ملاقات بکنین، یا خانهش یا دمو چرچ یا بیرون، برشان بگوین که ما just show your documents، اینمی داکومنت های تا نشان بده، امی تکس ریترن های سال قبلی تا نشان بده به حکومت، اینمی کافی است. شاید از شما بپرسه پس من اسپانسر شدم، پیسه کرای خانه شش بگو، من دارم، من میتونم، مشکل نیست. شما به یک اسپانسر ضرورت دارین که اون اسپانسرتان بکنه، به اون صورت میتونه این خارجی کمکتان بکنه، به شرط که کرای خانه از اون نگیرین، کرای خانه فامیلتان که نو میایه نگیرین، خرچ خوردن فامیل که نو میایه به امریکا نگیرین، تمامش مصارفش چون ذخیره دارین، کم از کم از 1000 تا 10000 دلار کم از کم در بانک شما حتما است، از امون مصرف بکنه. این یگانه آپشن است که از چرچ استفاده بکنین در خدمت شما. دوم، از مکاتب، استادای مکاتب، استادای پنتون بسیار معاش خوب دارن. استادای مکاتب کسایی که مثلا طفلش در مکتب است، استادش همراهش صحبت بکنه، میتونه کمکتان بکنه. کسایی که در مغازه کار میکنند، سوپرمارکت ها کار میکنند، بزنس مین ها هستند، کسایی که آرمی ریتایرمنت میگیرند، ریتایر هستند، تقاعد کردند، اونا میتونن شما را کمک بکنند. بسیار راه های آسان است که به شما خارجا امریکایی کمک و همکاری بکنند. این بخش اسپانسر است. اگر خود شما عاید درست دارین، سوپرمارکت دارین، مغازه دارین، عاید خوب دارین، ترک درایو میکنین، یک کار میکنین که عایدتان بالا است، هیچ ضرورت به اسپانسر ندارین. هر شخص یک فامیل میتونه اسپانسر بکنه. بسیار خوب. یک فامیل هر شخص عاید خوب داشته باشه بیشتر از 45000 میتونه اسپانسر بکنه که ایره فامیل دوم، فامیل سوم با اسپانسر دیگه میتونین برشون پیدا بکنه. اما فامیلی که شما ضرورت دارین، نیاز دارین، او امورا میتونین یک نفر عاید خوب اسپانسر بکنه. این مسئله اسپانسر. و دوم، در فرم یومیتریان کیس یا I-131 راه بسیار آسان که به هر شخص در خانه پدر است، مادر است، خواهر، برادر است، به هر شخص یک فرم خانه پوری میشه. به هر کدام از یا اندیویجوال، به هر کدام از یا 500 چند دلار است فیس تاویل میشه. و این فیس به خاطر که شما تاویل میکنین که سایتون هم زود سرعت برش فوکس میکنن، توجه میکنن، سرعت میبخشد، در ظرف 3 هفته بر شما جواب میه، از 1 هفته الی 4 هفته الی 3 هفته جواب بر شما میه. و این فرم امی I-131 توسط شما خانه پوری شد، شما 500 چند دلار دادین، بعدا ای را سبمیت میکنین. اگر شما 500 چند دلار ندارین، پول ندارین که بتین، شما میتونین ویور فی اپلای بکنین. ویور فی کم جنجال داره. ویور فی به فارسی یعنی که
فیسه که شما نمیتونین پرداخت بکنین، 500 چند دلار، 4 نفر 2000 چند دلار میشه، اما ارزش ازیر داره که 2000 چند دلار میشه. درست؟ دوستان عزیز، هموطنان گرامی، یومیتریان کیس، یومیتریان پارو I-131 اسپانسر کار داره، پیمنت کار داره که 500 چند دلار از فی نفره و پر کیس، و به هر شخص یک کیس فایل میکنین، یک فرم فایل میکنین، اضافه یک فرم فایل میکنین، تمامش مربوط یک کیس میشه و بسیار ساده آسان در ظرف 3 هفته برای شما جواب میده. اگر فیسش دارین 500 چند دلار میتین، اگر ندارین یک ذره وقت میگیره که ویور فی که یک فرم است، او را خانه پر میکنین، ویو میکنین، میگذرین از پول پرداخت پولش. اگر دولت یا امو کیس ورکر، امو کسی که شما را فود استمپ میده، امو کسی که میدیکیت و میدیکیر و اینی چیزا را برای شما میده، اونا میتونن کمکتان بکنن. امو کیس ورکر به هر شخص با فامیلش یک کیس ورکر داره در کاونتی، میشه که کیس ورکرش کمکش بکنن. در غیر آن، اگر شما مصرف میکنین 2000 چند دلار یا 500 چند دلار فی نفره و تقریبا 3-4000 دلار تان 2-3000 دلار تان مصرف میشه، بالای یک فامیل تان میه، نقص نداره، فایده داره، از پول تان بگذارین. میفهم افغانای مگذر سخت هم است، پول مصرف نمیکنن، اما اینجا پول به درد تان نمیخوره، فامیل به درد تان میخوره. اینجا از پول تان بگذارین، فامیل تان دعوت کنین که بیاید. این بسیار یک راه آسان و ساده است بر شما. I-131 Humanitarian Case. آمدم بالای موضوع I-134. کیس I-134 I-134 و I-864 تکرار میکنم. I-134 I-864 هر دویش یک چیز است. فرم افیدیویت سپورت یا فرم که شما اسپانسر میکنن، فرم که اسپانسرشپ میکنن، فرم که کسی را کسی اسپانسر میکنن. فرق بین I-134 و I-864 چی است؟ فرم I-134 اسپانسر کسایی که استودنت ویزا میگیره، کسایی که موقتا ویزا میگیره، تمپرری ویزا میگیره، موقتا ویزا میگیره، به خاطر اسپانسر کردنش میره فرم I-134 استفاده میکنه، کسایی که موقتا ویزا میگیره. و کسایی که پرمننت ویزا میگیره یا گرین کارت میگیره، پرمننت گرین کارت میگیره، او سپورتر کار داره، اسپانسر کار داره، با او فرم I-864 کار است. I-864 فرمش اسپانسرشپ است، او فرم خانه پوری میکنه. بسیار ساده است، 8 ورق است، ورقای آخرش قدر کار نمیه به خاطر ترجمانی ویاز، 8 ورق است، خانه پوری میکنین. فرم افیدیویت سپورت یا فرم اسپانسر، کسی که اسپانسر میشه، بسیار ساده خانه پوری میشه. اونمو کسی که آیدش از 50,000 47,000 45,000 بالا میباشه، نظر به تعداد فامیل، فرم خانه پوری میکنه. اما فرق بین I-134 و I-864 چی است؟ که یکیش، یعنی I-134 به استودنت ویزا و I-864 به پرمننت گرین کارت، پرمننت ویزا است. اینو ما قدر فرق داره که ایره فرقش بدارین، نشوه که فرم I-131 خانه پوری کردین با سپورتر یا اسپانسرش I-134 هم خانه پوری کنه. نه خیر، او به استودنت ویزا است، کسایی که استودنت ویزا میگیره، تمپرری ویزا میگیره، موقتا یک ویزا میگیره، به اونو هست. درست؟ اگر به پرمننت میگین، او نظر به کیس شما، مربوط شما میشه، و کیسایی که گرین کارت دارن به اونو I-864 باید خانه پوری شود. این موضوع
Honapurie Farmgut, che I-131 و I-134 باید خانپوری شود. بعدن که یک چند روز چند وقت تیر شد، اگر خواستین که دایرکت یعنی مستقیماً بر شما جواب بتن و می پروسس شما را قبول بکنن، اکسپ بکنن، سرعت ببخشن، اکسپدایتش بکنن، G1145 خانپوری میکنن. بسیار کوتاه، بسیار کم یک فرم است، خانپوری میشه، اضافه میشه که باز بر شما تکس و ایمیل میاد، پروسس چه یک ذره سرعت میبخشه، بر شما زود جواب میده. کو رایگان است، G1145. اگر فراموش کردین دوباره امی لایف ما را تکرار ببینه. آمدیم بالای موضوع فرم I-130. فرم I-130 و I-131 فرق میکنه. فرم I-131 یومیتریان کیس که فعلا داغ است، سرعت داره، شما هر یک شما واجد شرایط هستین، باز تکرار میکنم، واجد شرایط هستین که خانه پوری بکنه. و فرم I-130 با کسایی که سیتیزن است و میتونه فامیلای خود دعوت بکنه، گرین کارت است، فامیلای خود یعنی پدر مادر خود دعوت بکنه، او کیس I-130 است. مگر بیادتان داشته باشین که از تمامش کرده کیسی که فعلا سرعت میبخشه، توجه خاص استیت دیپارتمنت، وزارت خارجه و حکومت امریکا، ستونای مختلفش فوکس زیاد داره بالای I-131. اینمی لحظه برین خانه پوری کنه. بدبختانه که من نمیتونم با میلیون ها افغانم که این ویدیوهای مرا بیشتر از 4-5 لک هموطنانم میبینه، من نمیتونم با هر شخص، هر هموطنم بشینم خانه پوری بکنم. مجبور هستم که به هر استیت، ایالاتی که هست، من دعوت بکنم، دوستای خودم معرفی بکنم، در صفحه دفتر روابط افغانستان امریکا، افغانستان امریکا ریلیشن آفیس شیر بکنم که شما برین معلوماتش رو بگیرین، زنگ بزنین، با شما همکاری بکنن. اینمی یگانه راهش است. ما بدون کدام هدف، سر به نام خدا شما را کمک میکنیم، همکاری میکنیم و درخواست میکنیم از این که شما پریشان هستین، راه آسانش هم ایست که شما فرما را خانه پری کنیم. آمدیم بالای موضوع SIV. فعلا SIV برای یک چند وقت سلو است، استاپ است، به خاطر که 120,000 افغان مهاجر که از افغانستان آوردن در دبی، در قطر، در جرمنی، در کمپای اینجا امریکا هستن، اندر پروسس و تای پروسس است، وقت میگیره که از این 120,000 نفر میشه، از این 120,000 از اینا SIV گرین کارت و سیتیزن هستن که آمدن در تیارای توسط تیارای نظامی، و 20,000 دیگر از این کسایی که واقعا واجد شرایط است، مانند گاردا، مانند 01, 02, 03, 04 امنیت ملی، ما اوچیه میگفتیم اونا، و همچنان کسایی که در کمپانی های مختلف کار کرد، و 80,000 دیگر از این ناگهان آمدن، خدا خیرشان بده، قسمتش هست، نوش جانش، آمدن و تذکره ندارن، پاسپورت ندارن، ورق ندارن، چیز ندارن، باید یا تای مراحل شود که یک وقت را دربر میگیرم. میفهمم که از سر کو نفر آمده، برادرای ناراضی در جمع فامیلایش هم اینجا است، آمدن یا آمدن، اما ما کوشش داریم، فعلا فلتر داریم. توجه خاص ما این است که دوستان عزیز، هموطنان عزیز، شما تنها نیستین، حق شما خورده شده، میفهمم، درکتان میکنم،
اما ما امی لوبیای سیاه را از لوبیای سفید یا از لوبیای سرخ جدا میکنم. تشویش نکن. جدایش میکنم. اما قدر نقل میتم که باید کسایی که میامد او باید میامد، اما ما کار میکنم. شما تنها نیست. صدای شما را میشنوم همیشه. صدای شما را جهان میشنوه فعلا. پس کیسای SIV فعلا هایسته است، سلو است، استاپ است. بخاطر اینمی 80,000 افغان دیگه که روی پروندهایش ورقایش کار میشه، یک زمان را میگیره، یک چند ماه را میگیره، از یک الی 6 ماه را در بر میگیره. شما حوصله بکنیم، صبر بکنیم. رفیجویی که در کمپای نظامی است، پیام مایی است برش که هموطنان عزیز، کیسایتان که تای مرایل است، میشه اندر ریویو است، شما از کمپ نظامی بیرون نرین. از کمپایی که بر شما گفته شده شما بیرون نبرین. بگذارین. میفهمم بعض دوستا خانمش در کمپ است، شوهرش بیرون است، کوشش میکنه که خانم خدا بکشه. صبر بکنین. اما قد وقت دیگه هم که صبر کردین، حالا هم صبر بکنین. یک ماه دیگه، 20 روز دیگه، در ظرف 21 روز تمام برنامهش حل میشه، مشکلاتش حل میشه. با شما خانمتانه، خواهرتانه، برادرتانه بکشین ببرین، جای برشان داده میشه، کیس ورکر برشان داده میشه، میدیکیت داده میشه، پروسیسشان اندر ریویو میشه، باز شما میتونین آزاد بکشین. در غیر آن به خود و به فامیلتان جنجال نکشین، بگذارین در جایی که خارجی ها میفهمن اموجا جای به جای کرده با فامیلای دیگه، نانشان، اوشان و کمندیشن یا جای بوده باشن، برشان هست، مهیا است، اموجه باشن و از کم بیرون نکشن، بگذارن. فلایت های روی مسائل فلایت ما باید صحبت بکنیم. فلایت های دبی، ابوظبی، قطر، تمام فلایت ها به خاطر مرض سرخکان استاپ است تا اول اکتبر. هموطنان عزیز شما صبر بکنید، حوصله بکنه. اول اکتبر پس دوباره شروع میشه، بعد از اول اکتبر پروازها شروع میشه، پروازهای ابودبی، دبی، قطر، تمام جرمنی پس میآیند، مهاجرین میارن. به خاطر که سرخکان است، موضوع سرخکان است، دیزیس آمده، از او خاطر ماندن، گفتن باید مهاجرین واکسین شوند، یک 3 هفته از واکسینشان تیر شوند، بعدن باز اینا رو میدن. شما را اگر چند روز قبل واکسین کردن، بر شما حتما گفتن که 15 روز یا 20 روز امو زمان بر شما تعیین کرده، شما صبر بکنین. بعدن بعد از امو وقت که تعیین شده شما را میگن، دوباره میتونن پروسیتون تایی مرایل است، شما میتونین برین. باز استاپ دوم میکنین که در کجا استاپ میشن. این در مورد پرواز هاش. آمده مسئله P2، صحبت برنامه ما فعلا در بخش P2، بعدا در فرم I-131 باز دوباره تکرار میکنم، راه های حل بر شما میگم، شما اپلای بکنید. هموطنان عزیز، کسانی که در استیتای مختلف است، شما میتونین آفیشلی در ایمیل دفتر تقاضا بکنین، افغان ها جمع بشین اونجا تقاضا بکنین، مانند ساکرامنتو، مانند کالیفرنیا، مانند لاس ویگاس، لاس انجلس، اینا افغان ها، صدها افغان جمع شدن، کمیتهشان جمع شدن، تقاضای رسمی کردن به دفتر، دفتر ما اجازه پرواز بر ما، اجازه سفر بر ما دادن، برای 2 روز 3 روز رفتم در هر استیت، نماینده خود را تعیین کردم، پروسه را طی مراحل کنن، مشکلتان و همچنان در هر استیت یک نماینده تعیین کردیم که کمک کنند بر شما. اگر شما همچنان تکساس یا دیگر استیتا میخواین که ما سفر داشته باشیم، اعضای دفتر ما بیاین از شما دیدار بکنن، در کنار از این مسئله SIV یا Humanitarian Case یا نماینده تعیین بکنیم، پیپر ورک های شما را پروسس بکنن، شما آزادانه تقاضای یا درخواستی بدین به دفتر و اونا بعد از ریویو مطالعه کردن
اپروف کرد مرا اجازه سفر میتا باز میایم در شهر شما در استیت شما هم از شما دیدار و هم مشکلات شما را میشنوم. نه تنها مسئله سایوی کیس ها بلکه موضوعات سیاسی هم ما سوالاتتان را میتونیم بگیریم با مقامات امریکایی شریک میتونیم کرده. آمدیم بالای پرونده یا کیس P2. کیس های P2 و تکرار میکنم، یک ماه قبل تکرار کردم باز هم مجددن ایره میگم که کسایی که واجد شرایط است SIV یعنی کسایی که HR recommendation letter داره هیچ ضرور نیست در بخش P2 بره. هیچ ضرور نیست که یک شخص هم SIV اپلای کرده و هم P2 اشتباه است، اشتباه روان است. یا SIV اپلای کو یا P2 ببین که در کدام چوکاتش می ای. اگر HR recommendation letter کمپانی داری ثبت امریکا است، recommendation letter از خود American داری، شما واجد شرایط SIV است. شما میتونین SIV اپلای بکنین، بعدا صبر بکنین. فعلا هم پروسس است، شما اپلای بکنین منتظر باشین چند وقت را در بر میگیره. SIV فعلا استاپ است اما داکومنتشان را میگیرن، نتیجهش بعدا بر شما اعلان میشه. SIV اپلای بکنین کسایی که HR recommendation letter داره. اگر یکیش داره یکیش نداره، یک شه داره دگیش نداره، مثلا HR داره رکومندیشن لیتر نداره، باز واجد شرایط نیستن. باید هر دوی شه داشته باشین همزمان، بعدا اپلای بکنین. شش ورق است SIV به خاطر SIV: یک رکومندیشن لیتر، دوم HR لیتر، سیم ترت لیتر، چهارم بیوگرافی، پنجم فرم تذکره و پاسپورت چیزایی دار. تمام اینمی فرما را یک جا میکنین، بعدا اپلای میکنین. با کجا اپلای میکنین؟ دمی کامنت یا در متن ما بر شما SIV را ایمیلش نوشته میکنم، ایمیل بکنین با او روان بکنین. این بخش SIV و بخش P2 کسایی که واجد شرایط نیست. یعنی چی؟ یعنی HR recommendation letter ندارن، بعدا اینا میتونن با P2 آمرشان اپلای بکنن، خودشان نه. باز تکرار میکنم P2 Purity 2 یا Purity number 2 خود شما نمیتونین اپلای بکنین. یک امریکایی باید با شما اپلای بکنن. کی باشه؟ دوستان عزیز، اگر شما عمرتان امریکایی است، سابق بود، HR ندارین، اونا یک خط میتر رکومندیشن لیتر میتر یا میگه که من شما رفر میکنم یا همون کمپنی شما رفر میکنم، لستتان رو بتین، نامتان و معلوماتتان از شما میگیره، یک دو ورق از معلوماتشان از شما میگیره، شما از طرف شما اپلای میکنم به USCIS که لینک از این را باز هم لینک همی بخش P1 و P2 P3 را با ایمیل SIV من بر شما در تایتل امی لایف به نشر میرسم. سر از او کلک میکنیم، بخش P2 تمام دیتیل بر شما میکشه. دوستان عزیز، خارجیتان تقاضا بکنین، بگو برادر، باس، رئیس، هر چیزی که صدایش میکنین برشان بگوین که من میخوایم که شما به ما اپلای بکنین در بخش P2. اونا باز میفهمن، لینک برشان میتین، لینک ما بر شما میتم، او را برش میتین بگوین که اپلای بکنن، باز اونا رفیرتان میکنن. خارجی باید امو امریکایی که با شما وظیفه اجرا داره، نه او کس، او خارجی که در والمارت کار میکنه، امریکایی که قبلا همراه شما کار کرده، اونا میرن رفیرتان میکنه، فرم خانه پوری میکنه، شش هفت ورق از شما را رفیر میکنه به USCIS، بعدا فرم خانه پوری کرد بر شما احوال میده، ایمیلتان، نمبر تلفنتان، تمام معلوماتتان را میگیره. شما بعض دوستا برای ما زنگ زدن میگن ما اپلای کردیم به P2. برادر عزیز، اشتباه روان هستی. شما به P2 اپلای کردن نمیتونید. یک امریکایی باید بر شما اپلای بکنه که او امریکایی قبلا همراه شما وظیفه کرده باشه یا در افغانستان بوده باشه، یک کمپانی همراهشان بوده باشه. موضوع پاسپورت.
دوستان عزیز، هموطنان عزیز، فعلا رئیس جمهور در افغانستان نیست و من کوشش میکنم، 100% کوشش دارم که حکومت امریکا جهان طالبان را به رسمیت نشناسه. طالبان نزد من، نزد اکثریت مردم افغانستان وحشی ها هستند. ما به نام گروه وحشی میشناسمش. خودم شخصا طالبان را به نام گروه وحشی، قبلا انگشتای ما قطع کردن، جور دادن، اینه که به عهده شخصی دارم، ما میبخشمش. ما پست به شرط که مردم افغانستان ما آزار ندن، وحشیگری سابق واره حالا نکنم، من میبخشمش. اما ما میفهمم که او کار نمیتونن و در ذاتن وحشی هستن و باید مردم افغانستان اذیت بکنن. هموطنان عزیز، من نمیخوایم که طالبان را یا گروه وحشی را امریکا به رسمیت بشناسد. تا وقتی که امریکا به رسمیت طالبان را نشناخت، کوشش خدا میکنم. سخنگوی طالبان گفتن که آقای ناصری باید استاپ شو، و من میفهم تیمای لابیگریش هست اینجا لابی میکنن، باید باشه. تا من زنده هستم، گروه طالبان در امریکا نمیگذارمش که لابیگری بکنه. میفهمم به امریکایی ها طالبا عذر میکنن، تیمایشان عذر میکنن، کلان های طالبا به مردم افغانستان لاف میزنن، در پشت سر عذر میکنن که ما را به رسمیت بشناس، بانکار را رها کن. زیاد برنامه دیگه است که نباید، این لایف سیاسی نیست، نباید صحبت جا. وقتی که شما رئیس جمهور ندارین، شما پاسپورت هم ندارین، مشکل نیست. یک ورق از بیوگرافی میگن، از طرف امریکایی ها خانه پری میشه، همون ورق که شما میتونین خانه پری کنین، چیزی که در پاسپورت میباشه، پکچرتان، ای بخل بیوگرافی، نیم، لاست نیم، دیت آف برد، پلیس آف برد، تذکره نمبر، تمام معلوماتان مثل تذکره واره درج میشه، یک فرمک است، رنگ عکستان نوشته میکنم بیوگرافی instead of پاسپورت، اور نوشته میکنم بیوگرافی زیرش نوشته میکنم سلاش پاسپورت انفورمیشن. مانند اونمو یک فرم خانه پوری میکنین، نام و ولد چیزا، عکستان، سنتان، معلوماتتان، یک بیوگرافی بسیار خرد نوشته میکنین، پیشتان میباشد. اونمو هم به عوض پاسپورت فعلا، ما یک مو بعدش نمیگم، امیگریشن همیشه در تغییر است، موضوعات امیگریشن همیشه در تغییر است. شاید فردا یک کیس دیگه بیایه، یک برنامه دیگه شه، مانند I-131 یک فرم دیگه بیایه، یک بخش دیگه بیایه که روی مسئلات ما کار میکنم. هر چیز زودتر میخوایم هموطنانم که در آتش است از افغانستان بکشمش. تنها بازی میکنم، مبارزه میکنم، تیم جور کردیم با هموطنانم، یک جای میخوایم هموطنانم بکشم. درست است بعضی ها میگن که آقای صابر ناصری وقت نداره تلفن ما رو جواب بده، دقیقه سه تلفن ما نشین. درست از تلفن شما رو جواب داده نمیتونم، درست از مسیج های شما رو دانه دانه جواب داده نمیتونم. بیروبارم زیاد است، مرا ببخشید، پوزش میخوام، مرا ببخشید، بیروبارم زیاد است. اما این معنا نمیده که من شما رو تنها میمانم، این معنا نمیده که من سر شما پای میمانم، این معنا نمیده که من شما رو فراموش میکنم. هرگز مردم افغانستان ما فراموش نمیکنم، در کنارش هستم، بازو هستم، برادر هستم، در کنارشان هستم، مثل یک مرد در کنارشان استاده هستم. تا دم مرگ دفاع از مردم افغانستان، از مردم هم میکنم، تا که توان دارم کوشش میکنم از افغانستان بکشمشان، از این که در بین جنگل با وحشی ها بزرگ شوه، چرا با انسان ها بزرگ نشن. خب شما پاسپورت ضرورت نداره، فعلا ضرورت نداره، اما یک مبات اگر کدام مسئله دیگه شد، موضوع تغییر کرد، شما میتونین پاسپورت داشته باشید. میتونین یک مسئله دیگه اضافه شد، بر شما پاسپورت داده شود. اما شما از اونجا به می فرم بیوگرافی فرم میاین، عکستان، معلوماتتان، اسم، ولد، تخلص، تمام معلوماتتان اضافه میشه، یک فرم است، عکس رنگه چاپ میشه، میاین در میدان هوایی امریکا، بعدن همین کسایی که آمدن بدون پاسپورت، بدون پاسپورت تذکره آمدن اینجا، اینجا باز ما ماشین تذکره داریم در نیویورک،
از طرف دولت افغانستان. فعلا موضوع موضوع پاسپورت است، حکومت افغانستان فعلا هم فعالیت میکنه. سفارت افغانستان در امریکا و همچنان ماشینی که در کنسولی افغانستان در نیویورک است کار میکنن، پاسپورت هایتان چاپ میکنه، میتو به دستان، مشکل نداره. تذکره پاسپورت هر مشکل باشه، بدون پاسپورت شما هم میتونین از افغانستان سفر کنین، به خاطر مشکلات است. امریکا کلش میفهمه، ما میفهمیم، همگی میفهمه که فعلا تذکره نیست، پاسپورت نیست، بند است همه چیز. ای که فردا باز میشه، ای که دیگه پس فردا باز میشه، او را خدا میفهمه، آینده به دست خدا است. موضوع لایر یا کسی که وکیل میگیرن فرمای I-131 خانه پوری بکنن یا بخشای دیگر را خانه پوری بکنن، دوستان عزیز بهترین را گوگل بکنین یا دمو فامیلی سرویس ها برین یا مانند لوترین سرویس، IRC یا دیگر موسساتی که کمک میکنن، اونا میشه لایرهای رایگان بر شما بده. تقاضا بکنین، چرچا را ببینین، فامیلی سرویس ها را ببینین، مسجد ها برین، اونا هم لایرهای رایگان دارن. بعض مسجد ها هم در کالیفرنیا خبر شدم که روی مثلا مرا دعوت کردم، با یک مولوی صحبت کردم، بسیار آدم خوب است، اسمش فراموش کردم، گفتم که گفت چی خدمت میتونم به هموطنانم، گفتم این که شما نماز میتین یک خدمت به نام خدا هم بکن. گفت چی کنم؟ گفت گفتم یک چند لایر حقوقدانه، همینجا مسلمانه، افغانی باشه، ایرانی باشه، از هر مملکت باشه، به نام مسلمان تقاضا بکو که همین مهاجرین فرمایش خانه پوری بکنن، رایگان از پیشان پول نگیرن. ما تا به حال یک افغانی از کسی نگرفتم. کارهای مردم هم میکنم و ما هموطنان و همکارهای ما که در کنار ما کار میکنه برشان گفتم یک روپه پول نگیرن، رایگان بر شما خدمت بکنن، کار بکنن. قبول کرد، بسیار نظر خوب گفت. آقای ناصری گفت مادر آیدیا هستی، همیشه مفکورای خوب داری برای ما، با ما شریک و بعض مفکورای تر، بهترین مفکوره رو برای ما گفتی، آیدیای خوب گفتی برای ما. خوب است، ما در نماز جمعه اعلان میکنم، در هر نماز جمعه گفتم اعلان بکن، بگو که لایر رایگان کار دارم برای هموطنانم، مردم افغانستانم فعلا در خم است. شب روز خواب ندارم، شب روز خواب ندارم به خاطر هر هموطنم. فعلا چی میخورن؟ اقتصاد خراب، بازار خراب، دکان ها نمیچله، رستوران ها نمیچله، خوراک فروشی ها نمیچله، قصابی ها نمیچله، مردم پولایشان گم شد، پول ندارن، غریبا بیچاره مانده، کاربار نیست، چی میخورن؟ از سه وقت، یک وقت، اما 10 سال بعد چی میشه؟ ایر خدا، ما با رژیم طالبا به می خاطر رضایت ندارم که گروه وحشی هیچ کس نمیتونه بیایه سرمایه‌گذاری بکنه، هیچ کس نمیایه در افغانستان کار بکنه، به خاطر که اگر شما هرچی گرچه بگوین که ما امنیت میاریم، ما اتو میکنیم، ما تو میکنیم، چهره های شما خطرناک است، اعمال شما خطرناک است، طالبان اعمال شما، چهره های شما خطرناک، مردم میترسد شما نمه، چهره انسانی را نداره. خب به این خاطر من درد میکشم از هر هموطنانم که در افغانستان است، کار بار نیست. کوشش کردیم از طریق دفتر ما، از طریق برنامه که ما داریم، من هموطنانم کمک بکنم. آمدم بالای کیس ویدنگ کیس، کیسایی که شوهر خانم خدا، خانم شوهر خدا دعوت میکنن. برادران عزیز، کیسای عروسی، کیسای پدر مادر، کیسای SIV فعلا استاپ است. کیسای لاتری گرین کارد، کیسای دعوت و اسپانسر که قبلا کردن فعلا استاپ است. کیسای لاتری گرین کارد از سال قبلی 99% سوخته، از بین رفته، نمیشه. کیسای ویدنگ، کیسای پدر مادر، اینا تحت
پروسس است، صبر بکنید. شما حوصله بکنید، صبر بکنید که سای I-131 مشکلاتشان حل شود، که سای دیگه که داریم استند بای هستند اونا P2 حل شود. بعد میاین بالای با مسرد با بالای کیس SIV و کیس های عروسی، کیس های نامزاتی، کیس والدین، با اینا صحبت میشه. شاید از یک ماه الی شش ماه را در بر بگیرن که این کیس ها استاپ است. حوصله بکنین، صبر بکنین، با فامیلتان صحبت بکنین. میفهم کم مشکلات دارین، مشکل است، اما کم حوصله بکنین. کیس لاتری استاپ است. لایرها را بر شما گفتم، کلکولوژن سخنانم امی است که لایرها را شما گوگل بکنین، صحبت بکنین، امروشان گپ بزنین. کسایی که حقوقدان است، بعض مسجد ها را ببینین که شاور رایگان کمکتان بکنن. و فلایت ها تا اول اکتبر بند است، صبر بکنین به خاطر سرخکان. کیس سرخکان مشکلاتش حل شد، بعدن پروازها از اول اکتبر به خیر انشاءالله دوباره شروع میشه. منتظر پرواز باشن. کسایی که منتظر پرواز هستن در دبی، قطر، اونا باشن، جای به جای هستن، نان خود بخورن. میفهم مشکلات دارن، بیروبار در قطر جنجالات زیاد است، تمامش میفهم. بعضی دوستا گفتن در مورد فرم 131 باز هم صحبت بکن، کم زیادتر صحبت بکن. درست، زیادتر در موردش صحبت میکنم نسبت به دیگر فرما. اگر خواستین که بعض معلومات در اون مورد داشته باشین، www.travel.state.gov یعنی gov سرچ بکنین، معلومات زیادتر بر شما میده. خب دوستان عزیز، بیاین کیس I-131 که فعلا توجه خاص هموطنانم، حکومت امریکا یعنی استیت دیپارتمنت، یعنی سفارت ها، یعنی USCIS اینا دارن، به این مورد صحبت بکنم. هموطنان عزیز، کیس یومیتریان پارول یا کیس I-131 بسیار ساده است. اگر دل شما بسوزه، اگر شما بالای خود و فامیلتان رحم بکنین، بسیار ساده است، آسان است. فرم خانه پوری میکنین خودتان، انگلیسی ها دارین شکر، بله، ندارین پسرتان، ندارین همسایتان، ندارین یک همکارتان، خانه پوری میکنه برای شما. بسیار ساده است. یک، دوم اسپانسر کار است، سیم پول کار است که بتین. هر نفر اندیویجوال 500 چند دلار کار داره، به هر فرم است برش میتین نفره و یک اسپانسر پیدا بکنین. اسپانسر یا از چرچ پیدا بکنین یا از مسجد ها پیدا بکنین. مسجد برین، چرچ برین، دوکان ها برین، مغازا برین، زنگ بزنین دوستای سابق شما که آرمی بوده، ریتایر بوده، ریتایرمنت میگیره، مشکل نیست، ریتایرمنتشون بیشتر از 3000 دلار است، گود، ماشان خوب است، میشه کمکتان بکنن. که I-131 بسیار ساده، آسان. حالا یک چند هموطنان من سوالاشون رو میگیرم. نوشته کردن بدون اسپانسر امکان داره کیس نو. بدون اسپانسر هیچ نمیشه. اسپانسر ضروری است بر کیس I-131. دوستان عزیز، حالا وقت است که هر کسی که پیام میده، تقاضا میکنه، بالا میاد، سوال میکنه، من در خدمت شما هستم. 575 دلار، بله، نظر به استیت فرق میکنه، بعضی ها بالا، پایان 500 چند دلار است. دقیقش مشکل است که با شما بگویم. نظر به استیت شما اپلای میکنین، مگر اینو بر شما میگم نقص نمیکنه. 500 چند دلار به هر فرد فامیل شما که اپلای میکنین بسیار خوب است. لطفا این چانس طلایی را فراموش نکنید. یک چانس طلایی است برای شما. لطفا اپلای بکنین، تقاضا بکنین. دوستان عزیز، هموطنان عزیز، من نمیگم که برنامه ما را شیر کنین به خاطر خودمان، اما اگر میخواهیم که دیگر هموطنانم
این پیام مرا بشنوه، بتانه از افغانستان نجات بیابه، لطفا صفحه ما را شیر بکنین، لایک هم بکنین، به دوستانتان روان بکنین، در صفحه فیسبوکتان لایک بکنین، در تیک تاک شیر بکنین، در انستگرام شیر بکنین، تمام هموطنان ما خبر شوه. باز هم تکرار میکنم روی مسئله فرم I-131، کسانی که میخواید تقاضا بکنند، صحبت بکنند، لطفا بیاید. خب باز تکرار میکنم، دوستان گفتن اگر کسی سه زن داشته باشه چطور بکنن، اما چگونه؟ دوستان اگر سه زن دارین در افغانستان مشکل نیست، اما زنی که شما میخواین تقاضا میکنین امونا را بخواین، دیگه برای ما زنگ بزنین، ما بر شما تعریفش براتون میگم که چه قسم بخواین بیارین، مشکل نیست. بعضی سه تا دو زن سه زن مشکل ندارن، یک سه دو سه تا که یک زن است، اما بعضی سه تا که دو زن سه زن، حتی بعضی کسا رو میشناسم که چهار پنج زن هم دارن. دوستا مشکل نیست، گپ زن نیست که چند زن میخواین، اگر دو زن دارین زیاد دارین، اما هر سه زن یک جای دعوت بکنین، راه شما بر شما حل میکنه، مشکلش حل میکنه. کوشش کنین که با خانمایتان که یک زن است، الا سه زن است، چهار زن است، هر چی که دارین، مسئولانه صحبت بکنین، محبت بدین و بخوایشان که امریکا بیارن. خب دوستان اگر سوال دارین بیاین در لایف که ما اکسپ بکنم. بله سلام علیکم. سلام برادر عزیز، کامریت چالان بکنید، چطور هستین؟ بله سلام علیکم آقای ناصری، مشنوید؟ چطور هستین؟ بله سلام، چطور هستین؟ مشنوم. بله مشنوم. بله صدای تانو دار، صدای من رو دارین آواز ناصری؟ بله 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 دار. فکر می کنم که دوست ما صدایشان درست نمی آمد، بیان که دیگر تقاضا را. دوستان اگر سوال داره، من نمی فهمم که کدامش اول بگیرم، اینجا تقاضا زیاد میه، در کومنت ها میشه من بخوانم. نوشته که باید فامیلی که شش نفر است، یک اسپانسر ضرور داره، مشکل نیست، یک اسپانسر که از 50,000 دلار بالا ساله، ماه نمیگم، ساله آید داشته باشه، بله واجد شرایط است، میتونن اپلای بکنن، مشکل نیست. بله بله سلام علیکم. سلام برادر عزیز، اسمتون از کجا به تماس شدن؟ جواد اسم از کابل بیادر. جواد جان السلام علیکم. علیک السلام، خوب هستین؟ بخیر ناصری صاحب، سلامت باشین، زنده باشین، بفرمایین سوالتان چیه؟ سوال ما این بود، برای ما از امی کنگرس یک نامه آمده بود که شش هفت فامیل، پنج فامیل در زود درد بود، اما ما با اونا ارتباط نداریم، می کدوم پروسه جریان دارد که شامل شود، یا که چه قسم معلومات ما بگیریم، جایی که مثلا ما ایمیل مخصوص نداشته بیم، اونا فقط طریق ایمیل همی نامبر روان کرده و طریق بعدی از چی رخ ما یه تایی مراحل کنیم، مگر در این رابطه جواب بگیر. کدام دوستتان در امریکا هست؟ بله هست، از فامیلا هست. از فامیلا هست، میشه همی پیام برای دوستتان برسانه که از نزدیک بیان مرا ببینن، برای ما زنگ بزنن. با شما زیاد تماس گرفتم، متاسفانه ایش تلفون مگه اوکی نمیکنم. اوکی میکنیم، اما زنگ نزنن، قبل از اینکه زنگ میزنن مسج بکنن. همکارای ما هست، بانو مارینا جان که سکرتر ما هست، اونا اپاینمنت جور میکنن با اون تایم، یا ما برش زنگ میزنیم یا اونا رو مسج میکنن که در کدام تایم زنگ بزنن. شماره ما رو ثبت بکنین، یادداشت بگیرین، اگر شماره... من نوشته کنم صدها نفر میبینه، کپی میکنه، امیر میگم یادداشت بگیرین، دفتن برش بگوین که برای ما زنگ بزن. خیلی چه قسم همون شماره رو یادداشت بگیریم؟ بگیریم، همیال براتون میگم. بر میربانی 571 645
Okay. 6234. بسیار زیاد تشکر ناصری صاحب. سفر سفر یک کد امریکاست، با اونا کد امریکا ضرورت نیست. تشکر، سلامت باشین، من در خدمت شما هستم. و دوست ما رو بگویم که برام قبل از اینکه زنگ بزنم مسج اول بکنن، بعدن با زنگ میزنن. بسیار زیاد تشکر، اوقات خوش داشته باشین. سلامت باشین. السلام علیکم. خب دوستان عزیز، دوستا زنگ زده بودن، زیادتر زنگ ها میزنن میگن که تلفن ما را آقای ناصری نمیبرداره. دوستان هموطنان عزیز، با میلیون ها نفر من سر کار دارم، کمه که جنجال های ما زیاد است، اما شما قبل از اینکه زنگ میزنین اول مسیج بکنین، منتظر باشین که همکارای ما یا خود ما بر شما زنگ بزنین، دفتن زنگ نزنین، چون گاه وقت ما مصروف می باشیم. اسپانسر کننده باید کدام فرم را خانه پیری کند؟ اسپانسر، کسی که اسپانسر میشه کدام فرم خانه پیری کند؟ قبلا هم گفتم، حالا تکرار میکنم. I-134 اسپانسر، I-864 اینمی فرم، ببینید کدامشان، کدام کتگوری مربوط شما میشه. دو کتگوری است، I-134 استودنت ویزا یا تمپرری ویزا کسی میگیره، موقتا ویزای موقت میگیره، به او I-134. کسایی که پرمننت ویزا میگیره، گرین کارت میگیره، اسپانسرشان I-864. گوگل بکنین، معلوماتش میاد بر شما، خانه بکنین، خانه پوری بکنین. به نظر من I-134 به شما موقتا ویزا داده میشه که فامیلتان بیاین، او است I-134. بانوی عزیز، بانو همیرا جان. خب همینجا کومنت از اونا آمد، زود کد از اونا رو خوندم، همه هموطنانم با ما یکسان است. پیام دارین نوشته کنین، من پیام های شما رو میخوانم و لطفا مرا بالا بیارید. امی مروت شده بالا آوردن، اما من نمیفهمم که بالا هدف از اینا چی بودم. کوشش میکنم که در صفحه خود شریکشان بسازم. خب یک به یک تقاضا را من اوکی میکنم، سوالات شما را میگیرم. چند خب دوستان از ترکیه یا از دیگر مناطق بر من زنگ میزنن، این شمارهایشان هست میاین. اما همه تنان عزیز، قبل از اینکه بر من زنگ بزنین مسج بکنین، پیام بدین، ما وقت خود دیده هم را شما صحبت میکنم. همیشه تلفن ما دمیوت است و تلفن ما اوکی کرده نمیتونم فعلا، به خاطر گاه در لایف می باشم، گاهی در برنامه دیگه می باشم، گاهی در کنفرانس. دیروز صدها خارجی ها آمدن، یک برنامه بسیار ملی بود، دعوت شده بودم. من تشکری میکنم از او هموطنانم که اشتراک کردن آمدن، و همچنان از سیکریتری آف استیت، وزیر خارجه امریکا، کانگرسمین ها، سنا ها اونجا اشتراک کردن. پیام مردم افغانستان رو برشان بردم، رساندم. همون داکمنت هایی که مردم افغانستان به من داده بود، قطنامه که به ضد طالبا بود برشان دادم. روی مسئله کار میکنم، کوشش میکنم که حکومت امریکا مردم امریکا را وادار بسازم، بگویم که برن پس دوباره به مردم افغانستان کمک بکنه، دست مردم افغانستان از امروز تا فردا بگیره. در غیر آن ما مردم افغانستان تباه خواهیم شد. السلام علیکم برادر، چطور هستین؟ السلام علیکم، خوب هستین صحتمند؟ خواهر عزیز با مذرت، چطور هستین؟ اسمتون و از کجا به تماس شدین؟ خواهش میکنم، اسم من سحر است، سحر سادات، و از کابل به تماس شدیم برای شما. سحر جان بفرمایید. بانوی سحر سادات، جناب ناصری صاحب، میخواستم بپرسم که ما در افغانستان، یعنی اول خودتان بهتر میفهمید که بسیار مشکلات وسیع سردوچار شدیم، و فعلا هم من یگانه کسی بودم که یعنی از سن 18 بیرون کار کردیم، بی حد درس خواندیم، زحمت کشیدیم، ولی فعلا شما خودتان هم معلومات دارین که برای خانما همه جای بسته شده و هیچ جایی مثلا به ما زمینه مساعد نیست که بیرون برای کار کنیم. ما در بخش خبرنگاری هم کار کردیم، در یوین هم یک مدت کار کردیم و در شبخانه هم کار کردیم، خیلی زیاد جایا کار کردیم، ولی فعلا کاملا در خانه هستیم
و اقتصادم به صفر رسیده، دیگه کوشش کردیم بیاییم اون طرف هم تا اونمون روزی که مثلا تیارا می آورد مسافرین امو مهاجرین هم می بردک، ما در اونجا رفتیم، سه عضو فامیل ما در اونمون زخمی شد، دیگه تمامشان مرمی خوردن اونجا در خود میدان هوایی، گوهم و امریکایی ها سرشان فایر کرد. خب خلاصه مشکلات ما زیاد بود، بسیار جنجال ها را دیدیم، بالاخره هم نتانستیم از افغانستان برایم و فعلا هم بسیار با مشکلات زیاد مواجه هستیم. اگر شما بتانین یک کمک کنین واقعا خوش خواهد شد از شما. سلامت باشین بانو سحر عزیز. میشه که یک وقت ملاقات بر شما جور میکنم، موضوعات شخصی شما را میگیرم، بعدا یک راه حل بر شما بانوی عزیز آماده میکنم، جور میکنم. اینجا همکارای ما هست، بانوهایی که در بخش بانوان کار میکنن اونا رو بر شما معرفی میکنم، کمکتان میکنم. بسیار زیاد تشکر اگر این کار کنید، واقعا ازتان متشکر میشم. شما سلامت باشید. شماره ما را دارین؟ شماره دفتر ما را دارین؟ نه خیر، نی پیشتر شماره ای را که گفتین در لایف بودم، من شماره تان سیف کردم، اگر امو شماره باشم من دمو شماره امرای تان به تماس میشم. قبل از اینکه بانوی عزیز زنگ میزنین مسج بکنین، زنگ نزنین اول مسج. در مسج دوستان عزیز، هموطنان عزیز، تمام هموطنان ما میگم، در مسج اسمتان رو بنویسین، از کجا به تماس شدین و سوالتان رو کوتاه نوشته کنین، برمون زیاد نوشته نکنین، بسیار کوتاه، اسم، از کابل یا بدخشان هر جایی که هست منطقه تان نوشته میکنن و سوال، من اینی سوال دارم، اینی بخش پر کردیم، اینی ضرورت دارم، یا ضرورت تان نوشته میکنین یا سوال تان نوشته میکنین، دایرکت بیاین سر پوینت که ما پس دوباره بر شما زنگ بزنیم. کوشش بکنیم واتساپ داشته باشین که ما با شماره شخصی در افغانستان تماس گرفتن نمیتونیم. تشکر میکنم بانوی عزیز. بسیار خوب. سلامت باشین. شما سلامت باشین، زنده باشین. خوش باشین. خدا حافظ. سلام علیکم. خب اما تنان عزیز، یکی از بانوان سوال کردن که SIB روی مسئله SIB که چه وقت در بر میگیره. باز تکرار میکنم کیسای SIB فعلا خاموش است، بند است، به خاطر که ما بخش I-131, P-2 و بی بخش ما فعلا کار میکنیم، بیروبار ما زیاد است، کمک جنجال های ما زیاد است، لطفا شما صبر بکنیم، کم وقت میگیره، انشالله به زودی از یک ماه الی شش ماه را طول میکشه، بعدا اعلام میشه، شما میتونید دوباره بخش SIB کار میکنیم. خب یک دوست ما سوال کرده که پی 2، درباره P1 صحبت بکنیم. P1 یک ذره مشکلات زیاد است، کسایی که کیسایشان در UN UNHCR ثبت راجستر است یا پیوریتی نمبر 1، اونا میتونه شما رو رفر بکنه به USCIS، شما میتونید بیاین. این بخش P1 است که اکثریت واجد شرایط در بخش نیست. P2 اکثریت واجد شرایط است، بسیار ساده است، یک امریکایی که American باشه، در افغانستان وظیفه اجرا کرده باشه، در یک کمپانی که ثبت راجستر افغانستان است یا سفارت امریکا در کابل است، پروژه کرده باشه، پروژه انجام داده باشه، اونا میتونه شما را احمد محمود رفر بکنه به بخش USCIS یا استیت دیپارتمنت و پیپر ورک تان اندر پروسس میشه. چطور اونا میتونه؟ ما امی لینک امی P2 را، P1 را، P3 را در امی صفحه فیسبوک میمانم و همچنان چطور شما میتونین به SIB اپلای بکنین، اگر رکومندیشن لیتر و HR لیتر دارین، او ایمیل هم بر شما میمانم. شما شش ورقه تکرار میکنم، گپ سخنان اولم شش ورقه اضافه میکنین، تمامش به اینمی ایمیل که بر شما در تایتل ما نوشته میکنیم ایمیل بکنیم، جواب شما میاد. ورق اول رکومندیشن لیتر، HR لیتر، دومش، سیومش ترد لیتر، بیوگرافی و ریزومی، یعنی ریزومی و تذکره و ویزا و تذکره و پاسپورت و بعضی چیزهای دیگه که شما دارین، تمامش به ایمیل روان میکنین که شما اندر پروسس و اندر ریویو میشین در بخش SIB. و ایمیل P2 را تکرار میکنم که منتظر باشیم. دوستان، کسایی که میخواید بالا بیاید، من
یک دو شما را یک طبقه ناس یک طبقه ذکور را ما اکسپ میکنم بیان صحبت بکنن سوال داشته باشن. افغان امریکن میتونه پرنس بانو پرنس شما گفتین افغان امریکن میتونه سوالتان را درست نگرفتم سوالی نوشته کنیم پورا سوال نوشته. السلام علیکم برادر عزیزم. سلام بخیر هستی. اسمتان از کجا با تماس شدین برادر؟ اسم مزمل است از ایالت تکساس. مزمل جان چطور هستی؟ تشکر. برادر ما سفرهای زیاد داشتیم در استیتای گوناگون امریکا. سفرات ما شروع شده. افغانایی که بعض مشکلات می داشته باشن و می خواهند که ما نماینده خودم برای استیتای مختلف معرفی بکنیم، شما می توانید در تکساس با کمیته های افغانای تان صحبت بکنیم، با تیم های تان می توانند دعوت بکنن ما را و انویتیشن روان بکنن، ما بیاییم از نزدیک شما را ببینیم، هموطنان را ببینیم. بفرمایید روی مسئله صحبت می کنیم بعدا. سوال ما این بوده که زمین پروگرام نوی که باز شده به نام Human Train Program از چیست؟ از زمین یک مثلا یک اگه بخوای خانواده تا که بیشتر از 6 نفر هسته با درآمد بالاتر از کمتر از 50,000 میتونی؟ ضرور نیست که کمتر از 50,000 است. چند است یعنی؟ از بین 40-50 است؟ آه بله. مشکل نیست. مشکل نیست. دهید شما چیز نکنید. و قدر فوکس زیاد نیست که شما باید از 50 بالا باشه. درست اگر کمتر از 50 آمد یک داکومنت بر شما میاد، یک ایمیل میاد که شما یا اسپانسر شما اپروف نشد. شما باید بالاتر از اینی مقدار نشان بدین. باز شما میتونید که یک اسپانسر دیگه پیدا بکنید یا دو اسپانسر میتونید یک جای بکنید. خب در این پروگرام اگر برادر و یا خواهری که متعهل باشه میشه؟ بله مشکل ندارم. نه خیر مشکل ندارم. هر فامیلی که شما دعوت میکنین I-131 یومیتریان اونمو فامیلی تعداد 5 نفر 6 نفر مشکل نداره. اپلیکنت دیده شما اپلای مثلا پدر و مادرم اپلای میکنین، 4 خواهر و برادر دیگه هم دارین مجرد است، اونا کیسشان علایده است و این کیسی که برای برادر و خواهرتان این کیس علایده است، به اینا جدا اپلای میکنین. نمیشه که اونا اولاد دارن تحت کیس پدرتان بیاد، در یک کیس نمیشه. کیسشان مختلف. درسته. اگرچه سوال در مرحله اول خیلی زیاد بود، تشکر از معلوماتی که دادی، خیلی چیزا به دست ما اومد. دیگه سوال ما همین بود که گرفتید میشه که دوستای دیگر در لاین شماره ما رو دارین؟ شماره ما بله. آدرس دفتر ما تماس میشیم همین مردمی که هستیم ببینیم یکی از نماینده تان که بفرسته خوب میشه میتونیم. خب من روان میکنم یک موضوع را شما همکاری بکنین، کسایی که صدای ما را نشنیدن پیام ما را ندارن سفر را شیر بکنین، با دوستا روان بکنین. از این ای که ما ویو کار داشته باشیم یا ما شیر کار داشته باشیم یا ما لایک کار داشته باشیم، نه خیر، ما صرف رضایت خدا را میخواهیم به دست بیاریم. زنده باش. شما همین پیامتان را شیر بکنین با دوستا که مشکلاتشان حل شود. تشکر. سلامت باشید. السلام علیکم. خب هموطنان عزیز، این بود برادر ما و دوستانی که سوال دارن در بخش امیگریشن جنرال سوال داشته باشن نو پرابلم، مشکل نیست، آزاد سوال بکنیم، ما در خدمت هستیم. تشکر. تقاضا میکنیم از هموطنان ما لطفا زنگ نزنین، منتظر باشین، زنگتان زیاد میآید، ما منتظر باشین، مسیج نوشته کنین. بعد از مسیج ما لست دیده آماده کرده با این همکارای ما اینجا در کنار من نشسته است، لستا رو میبینه و هر یک شما تک تک شما زنگ میزنیم صحبت میکنیم. نمبر ما روان کرده نمیتونم، اما شماره ما در لایف گفتیم، یک بار دیگه لایف رو ببینیم، اگر دوبار سه بار تکرار کنم شماره خراب نشه، دوستا زیاد اذیت نکنن. لطفا به شماره اول مسیج بکنیم. تشکر. محترم به تماس بسید. بله سوالتان رو بکنه که من جواب بدم برادر عزیزم قربانتان. خب در بخش P2
صحبت کردم، باز هم کم تکرار میکنم. P2 شما خودتان اپلای کرده نمیتونین، شخص دوم امریکایی باید باشه که بر شما به نمایندگی شما اپلای. السلام علیکم. السلام علیکم برادر عزیزم. آقای ناصری خان خوب هستین؟ شما خوب هست؟ سلامت باشین، زنده باشین. اسمتون از کجا به تماس شدین برادر؟ قربانتان لاله خان خوب هستین؟ فامیل بیادرزاده خوب هست؟ قربانتان شم. تشکر. افتخار ماست لاله، افتخار ماست. سلامت باشین. قربانتان. سلامت باشین. زنده باشین. افتخار میکنیم به متک شجاعت، به متک کسی که دمی را قربانی دادن. قربان ای که با هموطنای ما میرسی، دنیا به ما میرسه. قربانتان. تشکر. درد شما بالای خدا باشی، سوال نداریم. همی که کمک میکنی، همکاری میکنی با هموطنای ما، خیلی خوشحال میشیم. خدا هم در پناه خود داشته باشد و آرزوی موفقیت های بیش برای دارم الله. قربان چون درد شما درد من میگیرم. من هیچ وقت شما رو تنها نمیمونم. تشکر. قربانتان. رئیس فرید هستم، از کابل به تماس شدیم. بیادر خوردتان ده نمیشه. قربانت شما. شکر شما افتخار ماست. شکر شما را قربانتون. ها وقت خوش، وقت خوش که دوستا تماس میگیرن. تماس میگیرن. سلام علیکم. خب تشکر از تشویقتون و همچنان همی موضوع را یک بار ریفرش بکنم که من سفر داشتم به طرف ساکرامنتو، کالیفرنیا، لاس ویگاس، لاس انجلس. صدها هزارها افغان ما آمدن، از ما پذیرایی کردن، با ما بودن، در کنار ما، حتی در هتل که ما بودم غذای چاشت شب ما می آوردن. هیچ وقت فراموش نمی‌کنم. واقعا از قلب تشکر می‌کنم. کسایی که در کنار ما بودن، همکاری کردن، از قلب تشکر می‌کنم. تا آخری دم همتم، خونم، نفسم در کنار مردم افغانستان بودم، هستم و خواهیم. تشکر. دوستان عزیز، کسایی که سوال دارن بیان لایفشان را اکسپت میکنم، مستقیما بیان سوال بکنن. و دوستای دیگه که مثلا در کالیفرنیا هستن یا تکساس هستن یا مثلا کانادا هستن، آزادانه در تقاضا میکنن و دفتر ما، ایمیل دفتر رابط افغانستان امریکا در خدمت شماست. اعضای دفتر ما وسط رهبری آقای دینا روباکر است، کانگرسمن دینا روباکر، اجازه میگیریم میایم خدمت شما میباشیم. از نزدیک شما رو میبینیم، مشکلات سیاسی یا ملکی می داشته باشیم حلش میکنیم. السلام علیکم برادر عزیزم. بله سلام علیکم ناصری صاحب، خوب هستی؟ جور بخیر. من جمیل هستم، از ولایت ننگرهار افغانستان با تماس شدیم. ما یک مشکل دارم با ایسایوی اپلای کردیم، یک دو ماه میشه که اپلای کردیم و از ما ایچار و ریکماند اپدیت خواسته و تاریخ تولدم هم در تذکیرم غلط بود. با تاریخ تولد جور کردم، تذکیره الکترونیکی دیگه گرفتم را برایش روان کردم و وا گفت که ما حالا خود دفترم دیگه برمان آمده ایجا بسیار دچار مشکلات هستیم، از خانه پر آمده نمیتونیم. کل مردم سر ما خبر است، سیاست امریکایی ها کار کرده و بسیار خطرات جدی بر ما مواجه است. دیگه دمی باره بر ما یک اطمینان بده که ما کدام راه را انتخاب کنیم. شما برادر عزیزم چه وقت ایمیل کردین بر سفارت؟ با سفارت یک دو ماه میشه که اپلای کردیم و بعد از او با یک آخری ایمیل ما کمی تذکیره روان کردیم 24 آگست بود دیگه. تذکیره یک اپدیت برش الکترونیکی هم و تاریخ تولد برش جور. بله برادر عزیز جمیل جان، دو پیشنهاد بر دارم. یک، ماه دو بار درست برشان ایمیل بکنیم. ماه دو بار گرفته؟ خب درسته. یک، چون پروسه فعلا سلو است، بخش شما که اپلای کردن او سلو است، شش ماه باز سه ماه باز شروع میشه، شما را در قطار اول در و کیس باست. کیس یک. نام و کیس می بخشی و یک شما مای دوبار ایمیل بکنیم، مای دوبار ایمیل بکنیم. و دوم برادر عزیزم،
شما منتظر باشین و بعد از 3 ماه 2 ماه اگر احوال نداد با شماره که در لایف ما برای شما گفتیم شماره رو دوباره تکرار نمی کنم که دیگر دوستا زیاد است زنگ بزنن شماره خراب نشه. شما میتونین به من شماره برام تکست بکنین، اسمتان اینجا یادداشت گرفتن همکار ما جمیل جان، درسته؟ یک نیم بعد برام دوباره مسیج بکنین تا یک ماه دو ماه برای شما جواب میآید. منتظر جواب. درست است. و یک مسئله دیگه مسمی سپروایزر ما رخ نمیشه با تماس نمیشه که میری کماند بر ما اپدیت کنه، بس همین مشکل است. حال یک پروسه دیگه گفت شروع شده که می مستقیم از این کمپانیا و کنترکت مینا می دیتابیسش با وزارت خارجه امریکا متواصل شده دیگه. همی گفت راست است یا دروغ است؟ بله ما لایفتان را قطع می کنم بعد من در این باره ما صحبت می کنم. درست است؟ درست است. درست است. تشکر. تشکر بسیار. لایف گوش کنن پیام برای شما می دارم. درست است؟ درست است. تشکر. جمیل جان بود از نوبهار از جلال آباد. دوستان عزیز، کسایی که به SIV اپلای کردن اون منتظر می باشن و کسایی که ریکامندیشن لیتر یا چار لیتر ندارن، سوپروایزرشان هست، امریکایی هست، کمپانی هست، حالا یک آپشن دیگه برشان دادن که همی کمپانی ها که بیشتر از 1000 نفر، 2000، 10000 نفر امپلوی یا کارمند داشتن، اونا به USCIS لست روان میکنن، همون لست ها باید پیش خارج ها باشن، لست روان میکنن، از طرف USCIS بر شما یک ایمیل میده، اونمو ایمیل شما جواب میدن، شما در بخش ویزا بخشای گوناگون شما را ثبت راجستان میکنه، میخواین شما را او ضرور نیست که شما پاسپورت داشته باشین یا نداشته باشین، اما ضروری است که لیست شما را او امریکایی که همراه شما در کمپانی کار کرده یا او امریکایی که آمر شما قبلا بوده، چون در دیتابیس او کمپانی در دیتابیس سفارت امریکا شما ثبت راجستان هستین، نزد او امریکایی ثبت راجستان هستین، اونا لیستتون را جور میکنه آماده میکنه بر شما از طرف USCIS ایمیل میاد و از طرف خارجی هم ایمیل میاد. اگر او خارجی ایمیل شما را نداره، معلومات شما را نداره، زنگ میزنه بر شما، معلومات شما را میگیره. لطفا تلفن‌هایتان را قبلا داشتیم چنج نکنیم، تلفن‌هایتان را روی دست داشته باشین، جواب بدین که خارجی های همکارای شما بر شما زنگ میزنه. پلیز کار می پرنس پرنس ما اپروف کلم آقای بانو هستین، آقا هستین، بفرماین دوستان عزیز روی مسئله دایرکت بیان. علی ناجان شما رو دلست میگیرم.